سلام بچه ها، کانال اتیکت کاست خوش اومدید. امروز یه ماشین شکوف خانوادگی نیمه اسپورت 120 آی که 5 تا ورژن مختلف داره که ما ورژن اسپورتش رو امروز داریم که میریم با هم بررسی کنیم، یه دورم باهاش میزنیم که ببینیم چطوره. خب یه موتور 178 پی اس داره که میتونه 0 تا 100 تو 7 ثانیه بره و سیستم گیربوکس و گردندش هم اتومات و بنزینی هستش. خب قیمت پایه این مدل هم نزدیک 41,000 یورو است که حالا حمالت لیزینگ میشه خرید، حالا حمالت قسطی و حمالت نقد. بعد حالا رنگ بندی های مختلف هم داره که سعی میکنم بالای ویدیو رنگاشو بذارم که حالا بر اساس نوع مدل شما باید قیمت های مختلفی و نوع رنگی که انتخاب میکنید قیمت های حالا بین 750 یورو یا نزدیک 1200 یورو بیشتر باید انجام بدید که اون رنگی که دوست دارین. و برای رینگاش هم اگه بگم سه تا مدل داره که هلوش 750 یورو مدلی که دوست داشته باشین باید بیشتر پرداخت کنید که مثلا اون براتون اجرا کنم، و یه مدل دیگه هم هستش که 1170 یورو باید بیشتر پرداخت کنید که اون رینگی که اسپورت که مد نظر دارین رو براتون عقبش هم ببینیم که چقدر جا داره. و در صندوق عقبش هم که کاملا اتومات میتونید راحت باز و بسته کنید، دیگه نیاز نیست اگه موقع بار دستتونه یا چیزای دیگه راحت میتونید انجام بدین و میتونید حالا نزدیکم بیاین فضای داخلش نگاه کنین که این صندلی ها کلن کامل برمیگردن و یه فضای خیلی خوبی حالا مگه بخواییم برای اعصاب کشی یا چیز دیگه. برای سفرم که حالا چند تا چمدون هم راحت که میتونی قرار بدین و اینجا مگه بیاییم نزدیکتر ببینیم، این پایین هم بازی فضای دیگه داره که برای حالا زاپاس یا مثلا حالا اینجا که چیزای دیگهش هستش و اینجا میتونی قرار بدین. اوکی، در مورد دیزاین عقبش هم بگم که امکاناتی که داره پارک سنسور ها هست، یه دونه کامرا هم اینجا داره و این تمام این سپره عقبش و دیفیوزرش و اینا کلا میتونین تغییر بدین با رنگ بندی که خودتون دوست دارین. دو تا اگزوز خفن هم که اینجا گذاشتن و یه طراحی چراغ عقبش هم که دیگه از دور هر کی ببینه دیگه متوجه میشه دیگه. و مدلش هم که بهتون گفته بودم 120 آی و یه دو تا سیستم لوفت هم که حالا اینا معمولا فیکه، حالا برای قشنگی میذارن. حالا بیا نزدیکم ببینیم اینجا رو، اینه که اینا یه سیستم های لوفتینگ حالا بعد برای قشنگیه، حالا یه جور امضای بی ام ام هستش. BMW 120 آی داریم، بعد الان یک ساعتی میشه باش رو اندهی کردم، سواریش که خودش خوبه ولی یه مقدار صندلی هاش برای من خیلی نرم و راحت نیستش. بعد اینکه با نویگیشنش هم داره به مشکل برخوردم، خیلی دقیق نشون نمیده که زودتر نشون بده. بعد بقیه چیزا که فعلا تا اینجا خوبی داره، فرمونش هم برای من لازم چرمش و اینا میشد یه ذره بهتر باشه، میشه فرمون قیمت پرایس، ولی در خود تا الان تجربه خوبی باش داشتم که من دیگه سعی میکنیم بریم یه جایی شتابش رو چک کنیم با هم. اینجا هم یه سری دکتای کنترلی داره که میتونیم توی قسمت اکوش که استاندارد داره یا میتونیم تغییر بدین که حالا همین زمانی که پشت چراغ پارکینگ یا پایین پارک پایین میسیم مثلا خودش اتومات خاموش شه. بعد یه سری حالت قسمت دیگه هم میتونیم چک کنیم، ولی خب جای دوتا دکمه حتی اینجا مود اسپورت هم داره که اینجا ببینیم مود اسپورتش که سیستم داینامیکش اینا همه چی فعال میشه که سر پیچا و قسمت های دیگه هم. مثلا در مورد پکیج اینتریور داخلش هم که یه سری طرحهای پترنایی داشتن توی زبون ها و قسمت داشبوردش هم که بعد استیچاش هم اینا قابل تغییر هستش، یه اسپیکر بزرگ هم این وسط گذاشتن که حالا ما جلو طرفتون یه دونه آهنگ سعی میکنم داشته باشم با هم گوش کنیم. بعد اینکه پنل های وسطش هم که یا میتونیم با هم ببینیم که
کنک کنندش هست و یه نونو مانیتور کوچیکی که داره داش نیست، فقط نشون میده که سیستم سرمایش رو. سانروفش هست که چند تا حالت بیشتر نداره، یکی که محله اول که روکشش رو روکش سخمش رو باز کنیم، بعد بعدی رو که کلیک کنیم قسمتش هم کامل باز میشه که میتونیم از هوای بیرون بلند لذت ببریم و تجربه خوبیه. بعد معمولا اینجا هم یه پنلایی دارن که نشون بدی که نمیدونم حالا حشره یا مثلا یه چیز جسم سختی اگه بود دیگه داخل نیاد. حالا بستنش هم با هم ببینیم. اوکی، اینجا هم که توی میتل کنسول وسطش هم یه سری حالا غیر فرمونو که سیستم اتومات داره و بعد حتی دکمه استارتش هم اینجا هست. اینجا یه دستگیره داره که میتونی باش حالا قسمت نویگیشن مپتو چک کنی، حتی قسمت مدیا آهنگی که بخوای اینطوری راحت خیلی عوض کنی. اینجا هم میتونی دقیقا با هم ببینیم که مثلا حالا اینجا رادیو هست، یه راحت بدونی که مثلا نیاز باشه دستتو خیلی خارج کنی مثلا بیاری روی مانیتور. اینجا با همین فرمون چیزای کنترلی تو انجام میدی، حتی میتونی انتخاب کنی جهت بدی بر اون بر بالا پایین. اینجا هم که قسمتی که میچرخم که برای مثلا حالا هم میتونی صدا رو چیکار کنی، هم اینجا اگه لحظه نگاه کنی میتونیم گزینه ها رو راحت تغییر بدی که خیلی مثلا توی رانندگی کمک خوبی برات میشه. اینم یه آپشن های خوبش هست که میتونی برگردی نویگیشن مپ و ادامه مسیر. خب اینجا هم سه تا قسمت داره، یکی که گوشی رو بذاری اینجا راحت شارژ بشه، بعد یه دونه USB هم که داره برای شارژ. اینجا هم که یه دونه دوش هم ببینید یه دونه 12 ولت داره که حالا هم میتونی اینجا سوکتش رو قرار بدین که حالا نمیدونم حالا مثلا اگه یه چیز خارجی داشته باشه یه اکسسوری باشه میتونی اینجا از برق استفاده کنید و یا همین حالت قدیمی که حالت سیگار داشته وسط هم یه دوباره جای موبایل داره میتونه قرار بدی. یه دونه اینجا هم اگه ببینیم برای سوکت خود آیفون هستش و خیلی جاش بزرگ نیست، ولی خب نظر من که همچنین برای جای دست و اینجا هم دوخت همرنگ داشبورد رو قسمت های دیگه داره.